بعد از پخش آخرین سریال مارول یعنی این سیکرد اینویژن ویژن مطمئنا یه سال بزرگی توی زن هم افتاده به خاطر اینکه این سریال نتونه سمره خوبی هم منتقده بگیره و خب مخاطبایی هم که اونو نگاه میکردن یه سریا با حال کرده بودن یه سریام هم نه آخرش هم یه طورایی میشه گفتش که جالب تموم نشدش و اینجاست که بزرگترین سال توی ذهن طرفدارای مارول داره به وجود میاد و اونم اینه که MCU داره میمیره یا بهتر بگیم که دیگه MCU مرده و خب تو این ویدیو هم میخوایم بریم سراغ بررسی دلیل این اتفاقاتی که داره توی دنیای مارول میافته، اینکه چرا یه دفعه یه افتی و کرد اصلا داره تو کدوم مسیر حرکت میکنه میتونه خوش نجات بده یا نه و یه نگاهی هم میکنیم به فرانچایزهای های دیگه و فیلم های و اصلا مجموعه های مختلفی که داره شماره های زیادی هم ازشون ساخته میشه تا ببینیم که اونا تو چه وضعیتی هستن فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک بهش بدی یا همونطور هم که میدونی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم بریم سراغ اتفاقاتی که داره توی دنیای کمیکی میفته I've been time. The past and the Hello. Saw... برای اینکه بتونیم موضوع یه مقدار بهتر درک بکنیم و یه نگاهی هم بندازیم به اینکه مارول میتونه برگرده یا نه بهتر که به گذشته اون نگاه بکنیم کاری که مارول داره میکنه کاملا متفاوت از استدیوهای دیگه است یعنی چی یعنی مثلا استودیوی دیگه معمولا یه فیلمنامه نوشته میشه یه نفر میاد اون فیلمنامه رو میخره بعد شروع میکنه روش کار کردن و مراحل تولیدش شروع میشه ولی خب مارول قبلا هم تو همین مسیر حرکت میکردش بعد دید که دیگه این مسیر فایده نداره اومد یه میانبری زد این میانبره باز شدش که شما بتونید تو فاصله های کم مثلا دو تا کپتان آمریکا رو ببینید و اون کاری که انجام داد چی بود این بود که اومد قبل از اینکه اصلا بخواد فیلمنامه ساخته بشه و کامل بشه اکشنی که قرار بود توی فیلم وجود داشته باشه رو براش براشون برنامه ریزیم که و اینطوری بود که فیلم رو میمد حول محور اتفاقاتی که براش برنامه ریزی کرده بود جلو میوردش این اتفاق هم بعد از سال 2010 پیش اومد دیگه تمام فیلم‌هایی که داشت میساخ همین روش رو جلو می‌بردش. روشی که مارول انتخاب کرد شبیه به همون اتفاقاتیه که توی دهه 60 برای کمیکا پیش میمد یه گروهی داشتیم که تراه کمیک بودم. میمدن طراحی میکردن شخصیت ها رو آماده می‌کردن و اونجا جایی بودش که مثلا یه نفر مثل استندی میمد بقیه مراحل رو انجام میدارد و اون داستان اصلی رو جلو میبردش به خاطر تو توی دهش از دوران طلایی کمیکا بودش البته تو این مراحل ما استثنا هم داریم و مثلا گاردین آف گلکسی جز فیلمایی بودش که اول اصلا نیکول کسی بود که اومد چند تا فیلم نامه ازش نوشت بعدا اون اصلا کنار گذاشتن بعدا جیمز گان کسی بود که اومد این مراحل رو انجام داد و مسیرش رو جلو برد کلا جیمز گانم میدونه آدمیه که اول فیلم نامه رو می بعدا میاد شروع میکنه بقیه مراحل رو جلو میبره مثل این کاری که الان هم داره انجام میده ولی خب این روش که مارول داشت باعث شد که روش خیلی خوب باشه میان خیلی جالبی انجام داد و اینطوری بودش که فیلم های مختلفی سر هم دیگه اومد و به ما نشون داده در کنار میانبری که داشت میزد و روشی که یاد گرفته بود یه نکته خیلی مهمتری توی فاز اول تا سوم دیده میشه و اونم حضور شخصیت و بازیگرای دوست داشتنی بودش که اون کاراکترهایی که ما میشناسیم و هر هم که شاید اصلا محبوبم نبودن ولی باعث شد که اون کاراکترهای حسابی محبوب بشن مثل رابرت که وجودش اونجا باعث شده بود که خیلی این مجموعه رو دنبال بکنن و اصلا علاقه خیلی زیادی نسبت بهش پیدا کرده بودن حتی این شخصیت هایی که ما دیدیم یه پایان خیلی خوبی هم داشتن یعنی اتفاقاتی که براشون افتاد اتفاقات جالبی بود توی اند گیم همشون یه مسیر پایانی داشتن رابرت کنار رفت کریس کنار رفت اسکالت رفت و اینطوری بود که شخصیت های محبوب و بهتر بگیم بازیگرای گرونی که توی دنیای ام سی داشتن بازی میکردن همه کنار رفتن و این یکی از اون دلایلیه که اون محبوبیت گذشته فیلم‌ها از بین رفت از اینجا بودش که تمام فیلم هایی که جدیدن ساخته میشه میاد و با فیلمی مثل اند مقایسه میشه حالا این وسط اتفاقات دیگه ای هم پیش اومد مثلا حق استفاده از اسپایدرمن رفت دست سونی یا از طرف دیگه چادویکی که قرار بود بیادش و جای رابرت رو بگیره و اینطوری تبدیل به رهبر جدید گروه بشه به خاطر بیماری که داشت چون شاید دست و تمام برنامه‌ای که مارول داشت از همینجا به هم خورد حتی این وسط یه جایی بودش که دیدیم جیمز گان اومدن و اخراجش کردن که یکی از احمقانه ترین کارهایی بود که یه استودیو میتونه بیاد انجام بده و دو مرتبه هم مجبور شدن برش گردونن و اینا ضربه بزرگی, بزرگی بودش که بعد از اند گیم به این مجموعه وارد شد از طرف دیگه اومدن جاناتا میجر رو به اون معرفی کردن به عنوان یه ویلن بزرگی که قرار باش رو به رو بشیم و اون اتفاقات بعدی که برای جاناتان افتاد که هنوز اصلا معلوم نیستش که وضعیت دادگاه چطوریه چه رأیی میخواد بده همچنان میتونه به این فرانچایز ضربه بزرگی وارد بکنه ضربه بزرگی بعدی که استودیو خورد به خاطر اون بیماری همهگیری بودش که پخش شد و خب خیلی از فیلم‌ها رو به تاخیر انداخت استودیو رو یه طوری وارد یه ضرر مالی کردش و اون مجبور شد که یه دفعه بیاد یه سری سریال هم طوری پشت سر هم دیگه بده بیرون مثل واندا و لوکی و فالکون و هاکای و واتیف و اینطوری بودش که یه دفعه کلی سریال از مارول ما دیدیم از اینجا جایی بودش که مدیرای اصلی دیزی اومدن و تو کار مارول دخالت کردن البته خب این دخالتی که کردن باعث شد که خود مارول ازش استقبال بکنه اصلا واندا ویژن قرار نبود که یه سریال باشه قرار بود که یه فیلم بشه لوکیو برنامه ریزی کرده بودن که تبدیلش بکنن به یه فیلم ولی خب دیدن سریال باشه میتونه جواب بده و خب لوکی هم جزو سریالایی بودش که فصل اولش حسابی تونست تو این فاز جدید خودنمایی کنه یا هاکای مجموعه هایی بودش که اصلا قرار بود اونم فیلم سینمایی باشه در حد سریال نبود دیدید اصلا روی ریتم سریالش هم قسمت بندی زیاد جالب نبود که کنار هم نیه قرار گرفته بود و اینطوری بودش که مارول وارد فاز چهارمی شد و اتفاقاتی یادش شلو می برد که اصلا توش هیچ حرفه‌ای نداره یعنی اصلا مارول جزء استدیوی بودش که فقط فیلم های سینمایی می ساخت فیلم های سینمایی با تایم های زیاد اینطوریه که مارول همه می شناسن هیچ کس به عنوان یه سریال ساز نمی و ساخت این سریال ها باعث شدش که تا حدودی ضربای های زیادتری هم به این استدیو وارد بشه این ساخت سریال ها یه دفعه بیرون دادن این همه مجموعه باعث شدش که یه طور استدیو با کمبود بودجه رو بروشه و خب تو یه سری از سریالاش مثل میز یا شیال دیدیم که اصلا مشکل وی داشتیم باید زمان بیشتری میذاشتن براش که بخوان روش کار بکنن و خیلی فاصله زیادی بین اون کیفیت تصویر و فیلمی که داشتیم میدیدیم نسبت به اون فیلم های سینمایی که توی دنیای مارول داشت ساخته میشد وجود داره البته خب این وسط فیلمایی هم که مثلا کیفیت بدی نداشته باشن هم بیرون داده مثل اسپایدرمن از طرف دیگه هم ما بلک پنتر قسمت دوم رو داشتیم یا مولتیورس هم مدنس جزو فیلمایی بودش که میشه بهشون گفت خوب و خب اینو جلوتر بهتون میگم برای چی یا فیلم سورو اترنالز رو داشتیم که متوسط بودن میتونستن عالی بشن ولی خب به اون مسیر اصلا نرفتن و حرکتشون یه طورایی میشه گفتش که اون وسط ناقص موندش انتمن هم البته باید بذاریم جز اون دستی متوسط رو به پایین که انتظار خیلی زیادی ازش داشتیم ولی خب نتونست انتظارات اونو برآورده کنه علت اصلی که این اتفاقات داره میفته چیه مارول نمیگیم فیلم افتضاح ساخته فیلم های خوب و متوسط داشت ولی دیگه اون فیلم های خفن و شاهکاری که قبلا ازش دیده بودیم و انتظار یه چیز رو مایه اندگیم و اینفینیتی وارد داشتیم نیمت به اون نشون بده و خب البته یه جاهایی هم بد و بدترم داشت مثل شیحال و اون پایانی که اصلا در حد این مجموعه نبودش در مورد مولتیورس هم مدنسم بهتون بگم سم ریمی اومد یه فیلم خوب ساخت یعنی فیلم دکتر استرنجی که داشته این فیلم خوبی و ولی در حد او نبودش البته اونم خب دخالت های خیلی زیادی بودش که دیزنی داشت حسویاتی که انجام داد و اینکه اومدن یه دفعه سم ریمی رو انتخاب کردن اومدن گفتن بیا فیلم نام خودتو بده اینا همه باعث شدش که اصلا ضربه بزرگی به این فیلم وارد کنه بذارید یه مقدار راحت تر بهتون بگم MCU داره قربانی موفقیت های گذشته خودش میشه فیلم های گذشتهش انقدر خوب بود و باعث میشد که همه پیگیر باشن و فیلم های جدیدی که داره میسازه به اون سمت حرکت نمیکنه مثلا فیلم کاپتان مارولیو که قبلا درست کرده بود همه رفتن دو سینما نگاه کردن به خاطر اینکه نه قدرت کاپتان مارول چطوری میتونه جلوی تانوس وایسه یا نه و اینطوری بودش که باعث فروش زیاد اون فیلم شد به نظرتون قسمت دومش میتونه انقدر فروش داشته باشه من که فکر نمیکنم الان بیشتر شخصیت جدیدی که موندن یه سریشون اصلا برای مخاطب مهم نیستن یعنی زیاد پیگیر نیستش که ببینه یه شخصیتی مثل میز مارول داره چی کار میکنه یا شیال قراره که کجا بره ولی خب مثلا یه سری هم هستن که هنوز محبوب مثل اسپایدرمن هر چی که ازش خبر بیرون بیاد و مردم میان و دنبال میکنن یه کارکتری مثل دتپول همه دوستش دارن و اینطوریه که یه سری از مخاطبای قدیمی خودشو مارول از دست داده یعنی اگه یه موقع یه خبری بشه یه فیلم خوبی دیده بشه میادش یه فیلمی رو نگاه میکنه یه خبری رو میخونه یه ویدیوی رو تماشا میکنه ولی دیگه مثل قدیم خودش نیست که پیگیر اتفاقات باشه از وقتی هم که مولتیورس باز شد یعنی فیلم ها به سمت مولتیورسی حرکت کرد یه مقداری مخاطبا گیج شدن یعنی من دارم خودم این موضوع رو نگاه میکنم توی کامنت ها هم دیدم بعضی رو میگن خیلی پیچیده شد اینجا گیج کننده شد اصلا کی به کیه داره چه اتفاقی میفته و دیگه برای خیلی این داستان تایملاین و ریالیتی و یونیورس و نمیدونم این حمله چنگانه ای که کنگ به خودش داشته و درگیری و اینا دیگه اصلا براشون مهم نیست حتی خود جان تا هم اگه تا یه حدودی تا سریال فصل اول لوکی برای مردم مهم بودش بعد از اتفاقاتی که براش افتاد همه دارن یه طوری بیخیالش میشن میگن اونو زودتر بزنش بیرون یه نفر جایگزینش بکنید که اتفاقات بدی برای استدیو فیلم‌های آینده پیش نیادش بازار جدید مارول اگه نگاه بکنید حتی اونجرز هم نداشتش یعنی اونجرز قبلی که ما دیدیم تا اونجرزی که قرار رو ببینیم اگه تاخیری پیش نیاد و اتفاق نیفته هفت سال فاصله زمانی داره یعنی اتفاق باعث شده که کاراکترها و شخصیتایی که ما داریم یعنی نگاه مخاطب دیگه به هم دیگه اصلا ربط پیدا نکنن ما الان یه کاراکتری مثل شانچیو خیلی وقت هیچ خبری ازش نداریم اصلا معلوم نیستش که کجا هست این مشکلاتی که دارم بهتون میگم فقط برای ام سی او نیست این اتفاقات داره برای دی سی هم پیش میاد دی سی که با زک سنایدر جلو رفت ولی خب دید نتیجه نمیده الان داره دنیای خودش رو با جیمز گان ریبوت میکنه که قبلا یه ویدیو جدا ساختم میتونید برید اون ویدیو رو تماشا بکنید و اینطوریه که داریم به حرف اسپیلبرگ میرسیم اسپیلبرگ حرف قشنگی زده و اونم این بودش که برگشت گفتش که فیلم‌های اول قهرمانی بالاخره توی یه مسیر حرکت میکنن که به همون سرگذشت فیلم‌های وسترن دوچار میشن الان اگه دقت بکنید به خاطر اینکه دیگه دنیا ابرقهرمانی قهرمانی اونطوری جذابیت نداره مردم ترجیح میدن که برن فیلمایی رو نگاه بکنن که کارگردانای خوب دارن اونا رو میسازن چون دیگه خبری از کارگردانای خوب و درست حسابی توی دنیای ابرقهرمانی نیستش و اینطوریه که خیلی ترجیح میدن فیلمای اسپیلبرگ و اسکورسیزی و نولان و اینا رو بیان تماشا بکنن چون ارزش خیلی بیشتری داره حداقل میدونن که یه کارگردان خوبی پشت این فیلم وایساده این کم بوده علاقه این نسبت به فرانچایز های دیگه هم داره دیده میشه مثلا ایندیانا جونز جدیدی که ساخته شد یا فسیکسی که دیدیم یا عملیات غیر جدیدی که تام کروز کرده جز فیلم هاییه که اونطوری که مثل گذشته محبوبیت داشتن دیگه اون محبوبیت ندارن خیلی میگم با او چه خبره دیگه چند تا شما رو از این مجموعه بسازن هر که یه مجموعه مثل سری فس که داره چی جلوتر میره نابودتر میشه صدای عمر در ورده ولی خب یه فیلمی مثل عملیات غیر ممکن ارزش دیدن داره چون همچنان هم تام سعی میکنه که این فیلم با کیفیت بازی بکنه و توی مسیر خوبی جلو ببرتش ولی خب همه انتظار دارن که یه فیلمی مثل عملیات غیر ممکن بیا تبدیل بشه به یه فیلمی مثل تابگان که اونطوری یه دفعه میتره کنه علت عملیات غیر ممکن یه این قربانی سیاست جدیدی شدش که وارد اتفاقات هالیوودی شد و اومدن فیلم های جدید با حال و هوای جدید و متفاوتی نسبت به گذشته که توی سینما بود یعنی اومدن باربی و اوپنهایمر ما در مورد باربی اینو میدونستیم که قراره که تبدیل به یه فیلم پرفروش بشه همه اینو میدونستن چون باربی خودش یه عروسه که بارفروش بود خیلی طرفدار داره همه بچگی اونو داشتن و باش بازی میکردن الان دیگه همه سنشون رفته بالا و خیلی دلشون میخواد برن توی سینما و ببینم اون عروسه که بچگی باش بازی کردن زنده شده و اونو به صورت لایو اکشن میتونن ببیننش و اینطوریه که باعث شدش که فروش این فیلم بیش از اندازه بشه چون داره با خاطرات دوران کودکی خیلی ها. بازی میکنه از طرف دیگه هم نسل جدیدی که از عروسک که باربی هم استفاده میکنن علاقه خیلی زیادی داشتن تا اونو توی سینما ببینن و خب کاری هم به محتواش ندارم. بیشتر به خاطر اون جنبه که مثلا برمیگه به خاطرات کودکیشون ترجیح میدن که وارد اونجا بشن و اینطوریه که این اتفاق حتی برای اند گیم هم پیش اومد اون زمانی که انتهای اند دیدی اون پورتالو باز میشه کاراکترهای مختلفی میان بیرون از اونجا و دارن میان و وارد این جنگ میشن جایی که تمام مخاطبا رو میکشه تو سینما تا این فیلم رو تماشا کنن چرا به خاطر اینکه از اون دروازه داره یکی از کاراکترهای مورد علاقه من و شما بیرون میاد و من و شما دوست داریم که این فیلم رو دنبال بکنیم چون توی دوران کودکیمون یا حالا توی رده های مختلف سنی که داشتیم با یه کاراکتر خاطره داریم خیلی باحال حال میکنیم مثلا خیلی یا دوست دارن خیلی یا کاپتان امریکا رو دوست دارن و کاراکترهای مختلفی که وجود داره و اینطوریه که باعث میشه شما برید توی سینما این فیلمو نگاه بکنید این چیزیه که جدیدن توی دنیای مارول اونطوری که باید دیده نمیشه به خاطر اینکه مثلا کسی زیاد با شخصیت مثل شی یا میز مارول ارتباط برقرار نکرده بود اینا کاراکترهای جدیدی هن که وارد اتفاقات شدن این وسط مجموعه هم هستن که تا حدودی مخاطب زیادی رو به خوشون میکشن یه مقداری متفاوتن دنیای ابرقهرمانی که ما میشناسیم مثلا مثل سریال د بویز از دیگه ای هم دیتول جزو فیلم هاییه که میشه گفتش که یه فانی و همراه خودش داره یه مقداری متفاوت و میاد سبک اول قهرمانی و مسخره میکنه و خب اون هم جذابیت خودش رو دارن ولی خب منتقده بازم به این باور رو دارن که د و Deadpool هم نمیتونن تو ادامه مسیر درست شلو برن به خاطر اینکه دوران اون هم تموم شده است هرچند که این علتش هم من میدونم به خاطر چیه به خاطر اون تقلیدایی که انجام میدن و اون سبک مسخره کردنی که اصلا سریال د بویز جایی که دیدیم گروه زنا رو اونورد نشون داد که اشاره این که به اون اتفاقاتی که قبلا توی فیلم اونجرز زیده بودیم Girls get it done. She's got هرچند که تمام اتفاقاتی که داره توی این سریال میفته اینطوریه که داره این مجموعه ها رو مسخره میکنه واقعا و میبینید که توی لایه های مختلفش میاد تیک های بزرگی و به صنعت سینما میزنه که حرکت جالبیه و خب سریال و بود جز سریال هایی که من خیلی باش حال میکنم حالا شما رو نمیدونم حالا میرسیم سر سوال اصلی که داشتیم دنیا MCU مرده یا دنیا کمیک بوکی که اصلا داریم میبینیم توی تمام کمیک‌ها به نظرتون رو به مرگ دارن حرکت میکنن من اینطوری فکر نمیکنم به نظرم الان MCU با تمام شرایطی که براش پیش اومده توی یه جایگاه خوبی وایستاده یه جایگاهی که یه طورایی شبیه به اتفاقاتیه که برای دوران طلایی کمیک هم وجود داشت یعنی دهه 60 که وجود داشت کمیک های خوبی که نوشته میشه بعد از اون دهه که تمام میشه دهه هفتاد شروع میشه اون نویسنده ها تراه قدیمی کنار میرن و اینطوریه که تراه های جدید و نویسنده های جدیدی وارد ماجرا میشن که علاقه زیادی به اون در راه و های قدیمی داشتن و میان شروع به کار خودشون میکنن و اینطوریه که کاراکترهای جدید میاد دیده میشه مثل شیحال که حالا کاراکترهای مختلف شانچی و این چیزایی که داریم میبینیم اینا هم دقیقا از همون دوره بیرون اومده یعنی الان استدیو مارول داره روی هدفی جلو میره مثل همون گذشته خودش تاریخی که تو دوران کمیکش داشته دنیای سینمایش هم داره دقیقا همون حرکت انجام میده یه دوران اوج خفنی که داشت و اصر طلایی خودش که کنار رفت و الان میاد و شخصیت های جدیدی رو معرفی میکنه مثل اون کمیک های جدیدی که نوشته میشه تا بیاد این کاراکترها رو هم به اون محبوبیت گذشته اونا برسونه فقط این وسط تنها راهی که برای موفقیت تمام استودیو تمام دنیای کمیکی که ما میشناسیم وجود داره اینه که یک میان کارگردان ها و طراحهایی استفاده بکنن که ایده های جذاب دارن و قدرت اینو دارن که میتونن فیلم های خوب بسازن همونطوری که نولان اومدش و دنیای ابر قهرمانی یه بار با سگانه ای که از بتمن ساخت نجات داد و بعد از اون بودش که دیدیم مارول حسابی رو چرخ افتاد و تونست اون مسیری که میخواد حرکت بکنه اینجا هم دقیقا باید یه همچین اتفاقی بیفته ما یه تیمی میخوایم که بیاد خوب فیلم ها رو بسازه و از طرف دیگه هم خود مارول و استودیو هم باید سر شل کنن و خرج بکنن به خاطر اینکه بتونن فیلم با کیفیتی رو بیرون بدن و اینطوریه که میتونه دوباره با دور هم جمع کردن شخصیتایی که داریم میبینیم کاراکترهایی که وجود دارن و حتی استفاده از های قدیمی که کنار رفتن و اوردنشون باعث بشه که دو مرتبه فیلم‌ها کیفیت خوبی پیدا بکنن و توی مسیر عالی حرکت بکنن و اینطوری میتونه مخاطب خودش رو راضی بکنه ولی خب باید ببینیم که کوین فاگی تو انتهای مسیری که داره میخواد به کدوم سمت حرکت بکنه از طرف دیگه جیمزگانی هم که الان اومده و دنیای دی سی میخواد ریبوت بکنه میتونه تو ریبوت کردن اون و ساخت فیلم های جدید موفق باشه و دو مرتبه ببینیم که داره دنیای کمیکی احیا میشه یا واقعا داره به سمت همون مرگ حرکت میکنه که یک بارم دوره وسترن هم توی همون مسیر حرکت کرد و دیدیم که در انتهای مسیر دیگه خبری از فیلم های وسترن بزرگ و قدیمی که ساختن نیست و کسی هم دیگه پیگیر رو درست کردن این مجموعه فیلم ها نیستش در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی حتما توی کامنت ها بنویس که به نظرت دوران دیگه کمیکی تموم شدی یا همچنان هم میتونن توی مسیر خوبی حرکت بکنن چطوری میتونه این مسیر رو ادامه بدن حتما نظر تو داخل کامنت ها برام بنویس لایک و ساب و زنگوله هم یاد نره فعالش بکن اینطوری میتونی این به جدید خیلی راحتر دسترسی داشته باشی بیای توی کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی و ویدیوی بررسی خبرهای جدید در مورد فانتاستیک فور هم براتون میذارم اینجا که میتونی کلیک بکنی این ویدیو رو هم تماشا کنی و در مجموع دیگه حرفی هم و تا ویدیوی بعد بدرود